تجربه های مختلفی من با سانسور داشتم در زمانی که کار حرفه‌ای به عنوان خبرنگار در ایران انجام میدادم، ولی یکی از تجربه هایی که بیشتر تو ذهنم باقی مونده، حالا شاید به خاطر خنددار بودنشه، اینه که برای صدا و سیما من یه ملاقاتی داشتم با مسئول رادیو بخش ورزشش سالیان پیش، نزدیک 10 سال پیش، و من خودم یه خبرنگار جوونی بودم که به ورزش زنان علاقه داشتم و به ایشون در واقع پیشنهاد دادم که حالا که ما نمیتونیم اخبار ورزش زنان رو در تلویزیون پخش بکنیم و پوشش بدیم، میتونیم در رادیو این کار رو بکنیم که گزارش زنده داشته باشیم از مسابقات ورزشی زنان به صورت صدا فقط. و ایشون خیلی در آرامش گفتن که ما خب نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. من گفتم خب ابدا داره، ولی دلیلش چیه با این حرفا که من روی اون کار کنم که دلیلش برطرف بشه؟ و ایشون گفتن به خاطر اینکه آقایون تجسم میکنن خانم ها در حین ورزش رو، مثلا میپرن به عنوان مثال. و این انقدر برای من عجیب، زننده و غیر واقعی اومد که من در واقع مکالمه رو سریع تمومش کردم و اتاق رو ترک کردم و دیگه هیچ وقت به صدا و سیما برنگشتم بعد از اون. تجربه های از این دست زیاد بوده، ولی این بیشترینش میشه گفتش که بود.